همیشه دلم میخواست یه شب آرامش سر به بالین بذارم. برای همچین شبی دلم بی صبرانه منتظر بود. میتونه تحمل کنه که برادرم تو قلعه باشه؟ آخه چطور بهت بگم که برو و اونو بیار؟ نه به خودمون، نه به قبیله و نه به تو آرامش ندادی. حالا هم که اینجوری، فقط تو به هم قدرت میدی حلیم سلطان، نه زرهی که به تن دارم، نه شمشیری که توی دستمه. اینطوری نگو، خودم فردا میرم به اون قلعه. از اونجا به بعدشم تقدیر خداوند. کان، اجازه هست؟ بیا دوان. خان، سالی بیا ساریکا اینو کشتم، نتونستیم جلوشونو بگیریم. باید فهمیده باشن که حمزه موقع خروج از چادر گندوئید اونو دیده. سرنخی پشتشون نذاشتن. برگشتیم به خونه اول. حالا خائن کیه؟ چه کسی این کار با گندوئید کرده؟ چه کسی مظلومش کرده؟ زمانی که سلطان سلیمان در خیمه خانی هست، هیچ کدوم از ما آرامش نخواهیم داشت. حالا گم شو از اینجا، برو بیرون. اگه یه بار دیگه ببینمت، میکشمت. گم شو. خواهر خوبی؟ من مرتکب گناهای بزرگی شدم گوکچه. خداوند منو به خاطر کارایی که کردم به شدت مجازات میکنه. من در دو دنیا هم آرامشی نخواهم داشت خواهرم. میدونم خواهر، همه رو ناراحت کردی.
در راه هرسی که داشتی، پدرت، شوهرت، منی که خواهرتم رو تو آتیش انداختی. من بچه دار نمیشم، تو اینو ازم مخفی کردی. با این که میدونستی میخواستی با ارتغرل ازدواج کنم، آخه چرا؟ منو ببخش، قربونت بشم، منو ببخش، خواهش میکنم منو ببخش. کاش عقل این دشمن رو ما داشتی. گنجو به این بزرگی رو تبدیل به میمون هندی کرده. به خودت اومدی یهودا؟ خوبه، به زودی با تو کارای بزرگ انجام میدم. راست راستم میشی حالا میبینی. این گردنبند و پدر ارتغرل آلپکایی و مادر بزرگش بولا خاتون به من هدیه داده بودن. منم حالا میخوام اونو به عروسم هدیه بدم. اما این خیلی با ارزشه. تو هم با ارزشی. از این به بعد دخترمی. میدونستی که عروس این خیمه شدن چه عواقبی داره، ولی باز اومدی.
ارتغرولم با دونستن شرایط سخت ازدواج با دختر شاهزاده تو رو آورد پیش ما. درد کایی یا از خیممون کم نمیشه. حالا مشکلات سلجوقیام زیاد شده. اشکال نداره، ما با دونستن اینا تو رو گذاشتیم رو سرمون. تنها چیزی که تو باید انجام بدی محکم بودنه. یهیت دیر یا زود پیش ما بر میگرده دخترم. گردنبند نشان سلجوقی ها و گردنبند نشان کایی ها با افتخار به گردنم میندازمش. دخترم انشالله که با اون گردنبندی که بستی فرزندان با شرافتی برای نسل ما پرورش بدی. اگه صاحب پسر شدید، اسم جنگجویی که به خاطر من هنگام جنگ با مغلا کشته شد، اسم صفجالب مبارزی که در دستان من جان داد، گندوز آلپ دایی شهیدم مرحوم اسپان رو انتخاب کنید. همیشه دوست داشتم در نسلمون نام این دلاوران زنده بمونه. اگه خدا قسمت کنه و پسردار بشیم، نام این جنگجوهای بزرگ به نسلمون افتخار، به قبیلمون قدرت و به خونوادمون آرامش میبخشه. خداوند شما رو خوشبخت کنه. آمین پدر. بیا دخترم بیا، میخوام یه چیز دیگه هم بهت نشون بدم. سر کابین بختی بود که میتونست ما رو نزد خائن اصلی ببره. خائن دیر یا زود مشخص میشه پدر، ولی من باید هرچه زودتر یه راهی پیدا کنم تا یه ایتو برگردونم. آموزش دیدن شاهزاده در کلیسای کنستانتین و اینکه سلطان سلجوقی باشه فکر با شکوهی توماس. یک بار دیگه از تو قدردانی میکنم. دوست داشتنی من پتروچیا، مثل چیزی که در نامه به پاپ اعظم گفتم، شما صلیبی ها کمک بزرگی برای مسیحیت هستین. دعاهایم با شماست. وقتی که فردا به آنتاکیه میری، بهترین شوالیه هامو بهت میدم. اصلا نمیخوام اتفاق ناگواری که دفعه قبل براتون پیش اومد بازم تکرار بشه. دوست عزیزم از تو خیلی ممنونم. اصلا نمیخوام که با اون ترک شرور روبرو بشم. با اجازتون عمو جان. ایزادورا، میدونم که تو رو هم با مسائل پیچیده سیاسی خستت کردم دختر قشنگم. اگه میخوای دوباره برو کمی با اسبت بگرد، اما دقت کن که این دفعه گم نشی. دیگه همه جا رو اینقدر میشناسم که بتونم تنها برم. پس برو، اما فقط دقت کن وارد مرز کاییای بیگانه نشی. نگران نباشی عمو جان. میخوام شاهزاده یی تو ببینم. استاد پتروجی رو دستور دادم بانو، کسی نمیتونه اونو ببینه.
ارتغرل رو بیار اینجا. چی فکر میکنی؟ به کردوغلو فکر میکنم. کاری که با پدر سلجان امتحان کرده و موفق نشد و میخواد دوباره انجام بده. فردا تشکیل جلسه میدم و وظایف کردوغلو را از اون میگیرم. وظایف اون را به ارطغرل میسپارم. ارطغرل خانوم نه غذا میخوره نه آب، نگاهاش هم خالیه. یه مدت اسم منو میگفت، یکی دو لقمم غذا میخورد، حالا هیچ کاری نمیکنه. توی پربرکت ترین خاک دنیاییم، چشمه های آب داریم، حیواناتمون در حال پرور شدنن، اما به اندازه‌ای که قبلا آرامش داشتیم الان نداریم. ارطغرل خان، آیا اومدنمون به اینجا اشتباهه؟ تا زمانی که وارد خاک خودمون بشیم راحت نیستیم. اونایی که از ما متنفرن، اونایی که میخوان ما رو نابود کنن، مثل حشره‌هایی که دور نور جمع میشن میان سمت ما. خان، یکی از کبوترهایی که تو چادر نگه میداشتیم با این برگشته. این گردن بنده یهید؟ بزرگترین ترسم این بود که اسیر کبر و غرور باشه، اما تونست بوت غرور رو بشونه. حایمه یه بار دیگه نشون داد که فرزندیه که شایسته توه. اهالی قبیله خان جوان میخوان. گندودو در کارهای بزرگ موفق بود. کردوغلو برای اینکه اونو خان بکنه خیلی زحمت کشیده بود. حالا اگه خودش داوطلب بشد، اهالی به جای من اونو انتخاب میکرد. اما وقتی نخواست که داوطلب باشه، کردوغلو رو بی اعتبار کرد. حالا هم که تو این وضعیته. تو جلسه‌ای که فردا برگزار شه، تمام وظایف کردوغلو رو ازش میگیرم. اگه یه دلیل محکم تو دست بود، اونو با دست خودم میکشتم. اما نیست. مشخص ایزادورو متوجه چیزی شده، چون میخواد منو ببینه. مواظب باشید خان، شاید تله باشه. فقط جایی هم دیگر رو میبینیم که کسی جز من نمیدونه. توی قبیله در مورد جاش تصمیم گرفتی، ولی تو بازم مواظب به خودت باش. لاشه هستم خان، من با شما بیام دیگه. اینطوری امنیت بیشتری دارم لامسی. Ha! Ah.
گفتم شاید نیاین اینجا، خیلی ترسیدم. یهی توی قلعه‌ست؟ بله، اما موفق شده با کمک خائن قبیله اونو از قبیله بیرون بیاره. پس یه ایت میدونه خائن کیه؟ اگه یه ایتو نجات بدی میفهمیم خائن کیه. یه ایت میخواست اسم خائن رو به من بگه، ولی شوالیه ها دهانش رو بستن. زمانی هم که به زندان برای دیدنش رفتم نذاشتم برم تو. چطور باید یه ایتو از زندان آزاد کنی؟ بیرون آوردن یه ایت از زندان غیر ممکنه، ولی فردا میخواد با کاردینال توماس به آنتاکیه بره، از اونجا هم به قسطنطنیه. برای ایجاد اختلال در دولت سلجوقی از ییت میخوان سو استفاده کنن. برادر این چه کاریه؟ اون جنگ و دشمنم که میشناسی، یا میکشی یا کشته میشی. این چه میدونیه من نمیدونم. معلوم نیست شمشیر چه کسی رو میکشه، تیر از کجا در میاد. وقتی از قبیله رو برگردونی، همون آدمی که براش سجده میکنی به تو خیانت میکنه، باش درگیر میشی. بزرگترین دشمنی همینه. ارتوبر خانومت آماده باشی، فردا میریم به آنتاکیه. خیر باشه خان، خبری از یهید شده؟ میخوان شاهزاده رو ببرن قسطنطنیه و سلجوقی ها رو به درد سر بندازن. شیخ، خدا رو شکر زیر سایه شما مسلمون شدم. یک عمر خودم رو مدیون شما میتونم. میخواستم شما رو به قتل برسونم، شما هم باعث شدین من مسلمان بشم. بعد هم به جای اینکه انتقام بگیرین، با من مثل فرزندتون رفتار کردین. پسرم، سبب خداست و بنده وسیله است. تو خدا رو شکر کن، شکر کن که نعمتهاش رو تمام میکنه و ایمان رو در تو قرار میده. وقتی که خدا چیزی رو بخواد، همه چیز براش آماده میشه. در چیزی که میدونیم و نمیدونیم هم خودش کاملا حضور داره. قبلاً پیامبر به ما یاد داده که قوی ترین نعمت در زندگی نعمت اسلامه. یا شیخ، خودم رو در مقابل شما هم مدیون و هم شرمنده حس میکنم. حتی اگه مسلمان هم باشم، فراموش کردن گذشتم سخته. همه ی اشتباهاتم پیش چشمانم میاد. یک دفعه حالی به هم دست میده که انگار نمیتونم نفس بکشم. به صورتتون که نگاه میکنم از خودم خجالت میکشم. پسرم، با مسلمان شدن تو دیگه محترم شدی. هر چیزی که در گذشته برات پیش اومده مهم نیست. وقتی که مسلمان شدی، زندگی جدیدی شروع میکنی. اگر مرده باشی، زنده میشی و مستحق یک اسم جدید میشی. وقتی که خداوند گذشته رو پاک کرده، تو نیز گذشته رو فراموش کن. با دیروزت زندگی نکن.
گذشته جایی که وقتی انسان‌ها از وظیفه‌شون فرار می‌کنن به اونجا پناه می‌برن. به چیزایی که برات پیش اومده و گذشته نگاه نکن که در آینده پشیمون نشی. به انسان میگن ابن الوقت، یعنی کسی که در لحظه زندگی کنه. لحظه همین لحظه است. ممکنه تله باشه. نفس کشیدن بدون دسیسه و قدم برداشتن بدون خیانت و فراموش کردم پدر. چاره‌ای به جز انجام اقدامات لازمه ندارم. نگران نباش. هر تعداد جنگجو که لازمه همراه خودت ببر. فقط بامسی و دعانو با خودم میبرم. توی فکر اینم که قبل از طلوع خورشید حرکت کنیم. اونا همه حرکت‌های ما رو میبینن. اگه با یه لشکر حرکت کنم، اقدامات لازمه انجام میدن. به خاطر همین با جنگجو کمتری میرم. هر چقدر با نفرات کمتری بریم، بختمونم بیشتر میشه. راستی خبری از کردوغلو هست؟ هنوز نه پسرم. حریم از اتفاقا خبر داره؟ نه، هنوز نمیدونه. با اجازه به اونم میگم. ارتغرل، بفرما پدر. فردا تو جلسه میخوام وظایف کردوغلو رو از اون بگیرم. وظایف اون رو به تو میسپارم. پدر، دیگه به من نگو که جلسه برای شما باشه، کار برای من. با شرافتم به قیمت جونم و خونم وظیفه من انجام میدم. ممنون پسر. قربان، اگه گناه کوچیک باشه میشه فراموشش کرد، ولی برخواستن برای کشتن یه آدم و تله گذاشتن انگار فراموش شدنی نیست. گوش کن پسرم، وقتی به حضرت پیامبر وظیفه داده شد که انسانها رو برای عبادت خانه خدا دعوت کنه، اهالی مکه در مقابل دعوت ایشون به شدت مخالفت نشون دادن. پیامبرمون فرمودن خدا فقط یک نفره. کسی که شما رو خلق کرده همون خدای متعاله. خدایی جز او نیست و کسی دیگری رو عبادت نکنید. اهالی مکه اونو دشمن خودشون دانستن. پس گروه درست کردند و دسیسه چینی کردند و بر علیه پیامبر شدن. وقتی که نتونستن پیامبر رو منصرف کنن، گفتن یه نفر بیاد و ما رو از دست پیامبر نجات بده. بالاخره یکی اومد به نام عمر حداد. جوانی نترس، شجاع، دلاور. گفت من این کار رو انجام میدم. حالا که اون قصد داره زندگی و اتحاد شما رو برهم بزنه، کشتن اون و نجات مکه از این بلا دینیست بر گردن من. زهر این حرف اهالی مکه رو خوشنود کرد، چون بدون خونریزی از بزرگترین مشکلشون رها می شدن. عمر شمشیرشو می بنده، به قصد کشتن حضرت پیامبر به راه می افته. اما نمی دونه که خداوند در هر کاری هدفی داره. وقتی کسی تله درست می کنه، خداوند مکر انسان را با ارادش به خدمت خودش در می آره. سلیمان میخواد فردا جلسه تشکیل بده. قصدش اینه که وظایفمونو بگیره و راهو برای ارتغرل باز کنه. بعدش هم قراره بره قلعه صلیبیون رو سرشون خراب کنه. اگه خجالت نکشن چشم به قسطنطنیه هم خواهند داشت. حالا باید فردا صبح خیمه رو محاصره کنیم. بزرگانی که معترض هستن باید از چادراشون بیان بیرون. در آخرم
باید به خیمه بریم و حایمه و سلیمان رو دستگیر کنیم. گندو دو مریضه، نمیتونه درد سر درست کنه. اما ارتغرل چی؟ ارتغرل صبح با جنگجوهاش میره، اینو مطمئن با. مخصوصا منتظر رفتن اون بودم که آشوب به پا نشه. میخوام این کار رو بدون خونریزی تموم کنم. هرچی باشه سلیمان این همه سال به ما خدمت کرده، خان بوده. درست میگی خان، خیلی درسته. ممنون کردم. زنده باشی. جنگجویانی که به اونها اعتماد دارم فردا صبح خیمه رو محاصره میکنم. خدا هم کمک ما بکنه. بزرگانی که با شما بیعت نکنن چی میشه؟ یا بیعت میکنن یا میمیرن. وقتی که عمر با خشم میرفت که پیامبر رو به قتل برسونه، در راه صدایی از خونه خواهرش میشنوه. خواهر و شوهر خواهرش مسلمان شده بودن، در حال قرائت آیات قرآن بودن. عمر وارد میشه. در مقابل تصویری که میبینه، ناگهان مثل دیوونه ها میشه. اونا رو با سیلی میزنه. خواهرش که خاتون شجاع و دلیری بود، حقیقت رو اینطوری به عمر میگه: اگه ما رو بکشیم دینمون رو رها نمی کنیم. این حرف باعث شد در قلب عمر که تبدیل به سنگ شده بود، جوانه های رحمت زنده بشن. خداوند قلب عمر که برای قتل پیامبر آمده بود رو با اسلام نرم کرد، از مرده زنده بیرون اومد و به قلب بی ایمانی که مرده جان داد. عمر مسلمان میشه و در مقابل پیامبر کلمه شهادتین رو به زبون میاره. خدا به انسانی که رفته بود اونو بکشه معنای زندگی میبخشه. کارای خداوند اینطوره: از وجود یک مرده یک زنده بیرون میاره و از زنده مرده. آدم باید طوری مقابل خداوند تسلیم بشه که اون شخصی که برای قتلش اومده هم به زندگی برگرده. معنای تسلیم خداوند شدن همینه. شیخ، وضعیت من هم انگار کمی شبیه اونه. بله پسرم، تو هم خیلی شبیه عمر هستی. خداوند بزرگ، هنگامی که تو اومدی ما رو به قتل برسونی، جز به کسانی قرار داد که آب حیات رو پیدا کردند. انشالله همه کارات شبیه عمر باشه. امیدوارم که اسمش برازنده ی تو باشه. حال برادرم چطوره؟ زیر سایه شما خوبه ارتغرل خان. خداوند از حلیمه و شما راضی باشه، به اون زندگی بخشیدی. نگران نباش سلجان خاتون، همه چی درست میشه. از همه کسایی که این کارو کردن به تنهایی انتقام میگیرم. با اجازه میرم. اجازه از حلیمه سلطان؟ بفرمایید ارتغرل خان. یه ایتو بردن به قلعه، میخوان اونو به قسطنطنیه ببرن.
اگه نتونستی اونو بگیری بکشش ارتقرول خان. اگه این کارو انجام بدی هم من هم یه اید در هر دو دنیا مدیونتی. من میتونم با تقدیرم کنار بیام، ولی اینکه تو به دنبال این ماجرا میری منو درمونده میکنه. اون روزی که آهو منو پیش تو آورد فهمیده بودم که توی سرنوشتم تنها نیستم حلیم سلطان. اینو تو هم بپذیر، سرنوشت هر دوی ما یکیه. راهت هموار باشه، خورشید تنتو نسوزونی، باران سرما به وجودت نده، سنگ به پات نخوره، مثل آب روان برو و مثل آب روان برگرد. به خدا می‌سپارم علی سلطان. منم ارتقرام.